سلام مجدد به همه دوستان. اگر تشریف بیارین سر کلاس ادامه رو شروع کنیم. حالا تا بقیه هم اعلام حضور کنن، دوستان آیا این آنتراکه و این روشی که داریم با هم میریم جلو روش خوبیه؟ پیشنهادی دارین برای برگزاری کلاس؟ یا اینکه مثلا این فیدبک های شما به من کمک میکنه هم خودم رو آپدیت کنم و آپگرید کنم، همین که اگر نقطه نظری توش دارین و قابل پیاده سازی باشه ازش استفاده کنم. اینی که میفهمید خوبه، ممنون از شما. بیشتر من 10 دقیقه تعطیلش کنه بهتره، سخت میشه اونجوری دیگه، بعد از اون برم بعد یه مقدار طولانی تر وایسیم. 5 دقیقه فکر میکنم فقط به یه آب خوردن میرسه. یه نکته ای که توی این دوره سعی کردم رعایت بشه اون فاصله زمانی کلاس هاست. هفته آینده شب میتونیم، فکر میکنم ما احتیاج پیدا کنیم به یه جلسه اضافه تر. من از الان دارم بهش فکر میکنم. حالا توی همون گروه تلگرامی بررسی کنیم، اگر انشاءالله کسی نخواد بره مسافرت، که من توصیه نمیکنم که توی این اوضاع مخصوصا به این وضعیت شهرایتی زرد برای داستان کرونا مسافرت بشه، شب 22 بهمن فکر میکنم میشه سه شنبه و میتونیم یه کلاس اضافه تر بذاریم که من کلاس رو بتونم سر تایمش تموم کنم. حالا باز توی گروه تلگرامی بهش میپردازیم. بیشتر گرا بدم برای خرید. چشم، بحث خرید رو میتونیم، من میکروفون آقای جوادی پور رو باز کردم، بحث خرید رو حتما یک سری کوین بهتون پیشنهاد میکنم و توکن که میتونه کمکمون کنه که یه سبد خوبی تشکیل بدیم. اما چشم بسته و مطابق صحبتی که در قبل داشتیم، حتما حتما از ظرفیت چیز استفاده بشه، بیت کوین، XRP، اتر، بیت کش، لایت کوین. آقای جوادی پور خلاصه فقط میکروفونتون مختصر عرض بازه. کنم، پیرو فرمایش آقای باقری که اینجا گفتن، یه مقدار اگر تجربیاتتون هم بیشتر در اختیارمون بذارین ممنون میشیم. من میبینم یه مقدار شما ملاحظه میکنید، حالا یه نکته ای رو نگم یا جایی رو خیلی باز نکنم که حالا بعدها نکته داشته باشه، ما اینو از شما میپذیریم که شما صرفا هر چیزی که میفرمایید نقطه نظر خودتونه و ما با لحاظ استراتژی خودمون و شرایط دیگه ازش استفاده میکنیم. من صرفا از جانب خودم این عرض میکنم، ولی اگر تجربیتون رو بیشتر بفرمایید کمک بله بله بیشتری بهمون میکنه تو عملیاتی کردن مطالبی که از این کلاس داره آید. خب الان این اشاره کردی، یه چیزی بهتون بگم. شما اون روندی که تو بازار خارجی اتفاق میفته که میتونی با کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو نگاه کنی، کوین مارکت کپ و بایننس ببینی قیمت ها رو عرض میکنن، با یه تایم فریم کم یه تایم فریم مثلا مناسبی، انگار مثلا یه لگ و لیدی دارن اینا با هم دیگه، یه فاصله یه تقدم تأخری دارن، تو بازار ایرانی میتونی خرید کنی. خوبه، این مرسی، تجربه ممنون. شخصی من. یعنی وقتی که دیدی ریپل داره خرید رو پشتش میاد، قدرت خریدار میاد، آردی قیمتش رو میکشه بالا دیگه. حالا قیمت درسته مثلا رمزینک و نمیدونم نوبیتکس و اکسی رو اینا شاید مثلا به قیمت کوین مارکت کپ نباشه، اما یا مثلا بایننس نباشه، اوکی اکسچنج نباشه، هوبی نباشه، اما اونا که داره حرکت میکنه، شما اگه چشت به اون باشه از این الرتا ست کرده باشی برای خودت. یه اپلیکیشن بود گفتم دفعه قبلی، تاب تریدر رو همه نصب کردن رو موبایلشون. من بلاک فولیو رو دارم، حالا همون که فرمودین اینا خب اوکیه. من حالا نمونه چیز عرض کردم، تاب تریدر، چون روش مکدی هم میتونستین ست بکنین، تو اون تایم فریم های بلند مدت نگاه کنین. من پیشنهادم تاب تریدر الان اینجا مینویسم، هیچ چیزی نداره، همه اینو تش داره قیمت رو میگه. تاب تریدر این احتیاج به فیلتر شکن هم داره برای اتصال به سرورش.
و خدمتتون عارضم که با یه فاصله کوچیکی شما میتونی خرید تو ایرانی بزنی. دیدی بیت، دیدی اتر داره بالا میزنه، دیدی بیت داره بالا میزنه، سریع این بر خرید تو انجام بده. خرید تو چجوری انجام بده؟ اون خرید سریعه بود که بهتون گفتم تو نوبیتکس. نمونه است نوبیتکس رو، شما با هر جای دیگه میتونید کار کنید که میگی آقا الان کی فروشنده است با چه قیمتی، با همون برام بخر شلاقی بیا بیرون از بازار. یادتونه میکر اوردر و لیمیت اوردر رو تو کلاس گفتم، مربوط به همین قسمت میشه. خریدت انجام بده وایسا، و جالبه که این ان بورس نیستش که اوردر تو مثلا چیز کنه، پند کنه، بگه تو خارج از دامنه نوسانه. بازار کریپتو دامنه نوسان نداره، حجم مبنا نداره. دقت داشته باشین، میتونی 10 درصد 15 درصد بالاترش بذاری اوردر فروشی. یه پیام بهت میده که این از فروش دامنه فروش الانی که تو بازار داره معامله میشه مثلا اینقدر بالاتر، اوکی؟ میخواد ببینه اشتباه نزده باشی، میزنی اوکی، میشینه تو صف، 3 صبح میرسه به اون قیمت. شما فروختی، صبح که بیدار میشه صورت میشوری، اولین نوتیفیکیشنی که دریافت میکنی از این سایت معاملاتت میبینی مثلا اینقدر فروخته، اینقدر گینت بوده. خب این مفت چنگ کسی که میتونه اینجوری از تو بازار گین بگیره. این اولین نکته ای که به نظرم رسید میتونم بهتون منتقل کنم. قطعا در ادامه هم این اتفاق میفته و ادامه کلاس هم همینطور خواهد بود تو گروه تلگرامی بعدا. خب بحث مدیریت ریسک، ریسک و سبد سرمایه گذاری بر اساس ارتباط کوین ها چیزی به نام کوریلیشن داریم، من بهش میپردازم در فصل دو، ولی الان میخوام بهتون یه چیزی رو نشون بدم چون میخوام مشق بدم که برید سراغش. تشکیل سبد سرمایه گذاری یکی از اون استراتژی ها چی بود؟ اینکه فقط و فقط و فقط من روی کوین نرم، این تکسب شدنه، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، مثل قمار کردن میمونه. اگر بری روی یه دونه سهم، بری روی یه دونه کوین، بری روی یه دونه توکن، بری روی یه دونه آی سی او، اگر کسی اینجوری سبد بسته بود بعد به من پیام بده بگه من ضرر کردم و دیگه بعد واقعا با گوله بزنیم تو پاش. تشکیل سبد سرمایه گذاری هست با در نظر گرفتن اینو، نسبت های اینها ما قبلا هم صحبت کردیم، اما توی این کلاس دوباره مطرح میکنیم. ببینید شما قسمتی از داراییتون همیشه باید نقد باشه. علتش این که اگر یه ذره فرصت خرید داد، ببین اینا پامپ و دام میشه دیگه. هیچ کسی، خود وارن بافت هم که تو بازار بورس دیگه پدر بازار بورس و حوزه های سرمایه گذاری هست، نمیتونه بیاد بگه که قطعا میره بالا یا میاد پایین. اسم جنسش چیه؟ پیشبینیه، پیشگویی نیست. رمل و استرلاب و نمیدونم این ساترن و اورانوس و آکواریوس و اینا نیست. و ببینید اون دوستمون اشاره کرد دیگه، الان داره عصر آکواریوس شروع میشه، عصر ماهی داره تموم میشه، بعد خیلی تعریف های جدید داره انجام میشه. من خب این فاینانشال استرولوژی بحث خیلی مهمیه، من هم مثل شاید یه خود زودتر از شما خوندم اینا و به واسطه حالا فاینانشال بیهیویر فایننس درگیر این مسئله شدم، چون باید میخوندم میفهمیدم چیه. اما در نظر داشته باشیم که من داشتم نگاه میکردم مثلا این اتفاقاتی که برای بورس امریکا میفته، اصلا خود حضور بلاکچین، کانسپت کریپتوکارنسی، انتقال ارزش روی این شبکه داره یه تعریفایی رو عوض میکنه. این خانومی که الان توی کابینه آقای ارشد بایدن هست، یه نکته جالبی رو اشاره کرده بود در خصوص اینکه این صنعت دیفای میتونه به زودی صنعت بانکداری رو ببلعه.